خب ما این لایف چت رو ضبطش میکنیم و توی کانالمون هم میره، درسته؟ و من موافق هستی که درست؟ خب فهیم میگه درسته، موافق. خیلی خوب، بعدم میخوام بگم که این مسائلی که مطرح میشه خب تو جریانش باشه. بچه ها یادتون باشه فهیم پارسال کی بود اومده بود اینجا؟ پارسال پارسال همین موقع میاد اینجا، بعد از طریق من و گروه بیای توی گروه من، درسته؟ میای تو گروه عضو میشه. امروز هم دوباره اومدی توی گروه، ولی چون قبلا گفت پرسیدی چرا از گروه رفتم ریموف شدم، گفتم که ما ادمیناتو رو با عکس به خاطر عکست، اگه عکستو برداری بدون پرسش اصلا ریموف میکنم، که خب جریمه دادی دوباره اومدی. خب به هر حال، حالا مسائلی که الان ما داشتیم با هم صحبت میکردیم در رابطه با این بود که گفت من رفتم ایران، مسافرت ایران رفت. چند بار رفتی از پارسال تا اینجا؟ دو بار رفت. از چه طریقی با اصلا چه عاملی باعث شد که بری ایران؟ به خاطر دندان پزشکی میخواستی بری. خب بعد چی شد؟ بعدش از کجا شروع کنم؟ از اول؟ از اول شروع. از اول با خانم ناهید آشنا شدم. از خانم، با خانم ناهید آشنا شدم. اول میخواستم برم ترکیه. اول میخواستی بری ترکیه. بعد با خانم ناهید آشنا شدم. از کجا آشنا شدی؟ از طریق زمین اینستاگرام. اینستاگرام؟ خودش لایوای من؟ بله. و تلگرام. و تلگرام. چون تو گروه ما بله. بوده. خب داستان آشنایی رو تعریف کنم که چجوری بوده؟ چجوری بوده؟ بچه صدا خوبه دیگه، درسته؟ صدا خوبه؟ صدا خوبه؟ فهیم کمه، صدای فهیم یکم کم. فهیم اینجا میشینی؟ اگر تصویرت هم نباشه اینجا باشه که خب باشه، بیاد من میام این برسن. خب صدای فهیم یکم کمتر. آشنایی تو با ناهی؟ با ناهی از طریق اینستاگرام به من پیام داد. اینستاگرام به تو پیام. دوستی دارم با اتریش. که اتریش. خب مبلغ 500 یورو من بالای او دارم. میخوام که پولمو وارث کنم ایران، ولی کسی نیست اینجا که وارث کنم از کشور اتریش. از کشور اتریش 500 یورو یه نفری رو داشته، میخواست برای تو با اصلا یه کار بکنی که این 500 یورو به دست ناهید برسه. بعدش اون دوستش با من با کارت من وارث کرد، بعد من پولش رو حواله کردم به ایران به حساب خودش. خودش نمیتونست، اون دوستش نمیتونست که نمیتونست. حالا چه مسائلی بوده؟ به هر حال بوده، گفته که نه نمیشه اونجا کسی نیست که وارث کنم. اون جرمنی با آلمان به حساب تو میرسه، خودت باز به حساب من برسه. من اون کار کردم، انجام دادم، کارش تمام شد. بعدش صحبت اینا گفته من میرم ترکیه میرم. بعدش گفته که با خاطر چه میگید؟ خب بچه ها اینجا من میگه که ناهید که با هم آشنا شد، البته ناهید به تو این حرف هم زد که من به تو اعتماد کردم و چقدر واقعا من اعتماد کردم با تو اینا، چه کار بزرگی برای من انجام دادی که اینو برای من واریز کردی و تو یک ذره هم از این پول بر نداشتی. اصلا بر نداشتی، یک لخت برش واریز کردم، واریز کردی همون پولی که بود. خب بعدش اینا آشنا شد با من، آشنا شد با تو، گفت چقدر تو مرد خوبی هستی و فلان و بعد. واقعا اون کسی دیگه اگر میگود پولش رو میخورد نمیتونست گرفته دیگه، کسی میتونه میخورد دیگه نمیتونه. حالا به جای تشکر این خانم ناهید، ناهید از کجا بود؟ از چیز خود بندر، بندر عباس. بعد چرا بغل تلگرامش نفس اسم دخترشه؟ نفس اسم دخترشه، اسم دخترشه. خیلی خوب، ناهید رو همه میشناسن، تو گروه ما بوده و الانم من باهاش توی تلگرام ارتباط دارم. بعد از این که فهمیدم که این جریان، گفتم که بده این ناهیدو. خب حالا ادامه بده. و تو میخواستی برای دندونات، درست کردن دندونات، بری ترکیه. برم ترکیه، بازی مسئله رو
یافتم با به ناهید گفت. خانم های ترکیا ایران. گفت چرا میری ترکیه؟ بیا ایران. گفتم باشه میام ایران. یه لحظه وایسه سر وقت صدا کم شد به ما بگو. خب خوبه دیگه نه؟ صدا خوبه. خب بگو. بعد گفتش بیا تو ایران. خب. بعد تخمین تا که ما ویزه ایران رو گرفتم تا اینا دو ویزا گرفتی تا ویزا گرفتن دو ماه طول کشید. کشید اینا دو ماه طول کشید تا اولا بگیری، یعنی اجازه بگیری، مرخصی بگیری، مرخصی چون بگیری. کار میکنی تو؟ کار میکنم. آره و از کارت باید مرخصی میگرفتی. هر روز با این خانمایی با تماس بودم که کشید دکتر رفتید به من وقت گرفتی باش صحبت کردی نکنیم این کار. آره وقت گرفتم. وقت گرفتم رفتم باش صحبت کردم و قیمتش رو پرسیدم. قیمتی که داد به چقدر بود؟ هم 20 میلیون گفت تا 15 میلیون. 15 تا 20 میلیون. خب. ولی همش علکی بود. هیچ اصلا نرفته بود کشید دکتر. خب حالا ما همینجور میریم جلو تا ببینیم که این ماهیت این خانم ایران چطور. نزدیک گفتم من که جا ندارم. خب اینجوری دو ماه ویزا گرفتی، گفت همه چی رو من برات آماده میکنم برای تو، هم دکترت همین که میگفتم جا ندارم. گفت بیا خونه خودم. بیا خونه خودم. گفت پس بیا خونه خودم. خونه خودم جا هست، مکان هست، بیا اینجا، نیاز نیست. بندر عباس میدونی کجاست؟ جنوب ایران ها. خیلی گرم هست. خیلی هم گرم. تو باید از یعنی از اینجا بلیت گرفتی به تهران؟ نه مستقیم بندر عباس. مستقیم بندر عباس از کجا به؟ فرانکفورت. مستقیم به ترکیه، از ترکیه مستقیم به بندر عباس. دونابته. خب خوبه، خوبه، خوب شد. برو چه؟ پس تهران نرفتی از؟ تهران نرفتم. خب. از اونجا نه چی که نزدیک شدم میگفت من به این فشار بمونم میگفتم با دکتری صحبت کنیم. اسم دکترت هم نمیگفت؟ نه میگفت. نه میگفت. آره آره آشنا هم هست من صحبت آشنا هم هست. خب بعدش کرچی نزدیک شد با من گفت دو روز مانده بود که من با پرواز کنم برم طرف ایران. با من گفت که خونه خودم شرمنده نمیشه. دو روز مونده به این که تو پرواز کنی. گفت شرمنده خونه خودم نمیشه. خونه خودم نمیشه دیگه، جا کرایه میکنیم خونه. کرایه میکنیم یا من آماده میکنم که تو بری؟ آره گفت من آماده میکنم که تو بری که خب. بعدش از اینجا که چی مشکلی که بود من درکش کردم، گفتم شاید زمین بخونم. آره جوان هست. بعدش رفتم بندر عباس. بندر عباس رفتیم با خب وایستم وایستم. ایشون به تو گفت چی لازم دارم بیار یا اینکه تو؟ آره سوغاتی نام من خودم پرسیدم. بعدش خودت پرسیدی سوغاتی چه میخواد؟ دوست داری خب میشه سوغاتی ها بگی؟ یادم نمونده حدودا. من الان یادمه که با دفعه پیش که اومدیم اینجا چی خورده. خب شیرینی؟ نه شیرینی. لباس؟ لباس بود. بر دخترش وسیله؟ بله. حدوداً چقدر بود قیمتش؟ 300 یورو. 300 یورو؟ آره چیزی نمیشد. چیزی نمیشد. آره 300 یورو. 300 یورو فقط. چیزی 3 و نیم 3 و 500. 350. خب بریم جب. بریم بارا. بعدش که رفتم رفتی رسیدی بندر عباس. بندر عباس اومد فرودگاه. آه فرودگاه اومد. آها از این لباسا دمش گرم. دمش گرم. خب بار کرد چه برخوردی کرد؟ دست داد باها؟ آه دست داد. بغلت کرد؟ آره بغل اینجوری. خب خیلی خوبه. باشه باز حداقل 350 دادی یه بغل همینطوری کرده دیگه حداقل تو رو. خب بعدش هم رفتم ممنونم ازت یه بغلی کردی. خب خونه رفتیم. خونه که کرایه کردم. خونه کرایه کردم. خب. نه گفتش چقدر کرایه کردم از اول؟ نه. از اول نه. از اول خب. بعدش که رفتیم خونه شب اول بود تا دیر شب بود چون ماشین داشت خودش رفت. 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 گفت من فردا میام. فردا. فردا میام. دیگه فردا شد.
اصلا معلومش نشد. خب اون کسی که اونجا بود صاحبخونه با تو حرف زد؟ نه 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 هیچ اصلا ایچی تو خونه تنها موندی؟ آره کلیش رو کلید رو بهت داد و آها بعد دیگه هدایا رو گرفت و رفت رفت. خب دیگه زنگ میزنم بهش جواب نمیده، هر چی زنگ میزنم گوشی رو جواب نمیده. این واقعا خیلی مرد فرداش فرداش بالاخره دیگر روزش زنگ زنم از طریق گوشی یک مغازه‌دار، اونجا یک مغازه‌دار بود، یعنی بلاکت کرده بود؟ نه بلاک نکرده بود، جواب نمیداد، جواب نمیداد از طریق یه مغازه‌داری. مغازه‌دار رفتم گوشیشو گرفتم گفتم بهت کم زنگ این زنگ بزن. بالاخره بعد گفتم میای یا ما برم بس برم آلمان ما اینجا چی کنم؟ دیوار خونه رو چند روز بوده اونجا؟ اونجا تخمین بعد از 2 روز دیگه. بعد از 2 روز ایشون جواب تو داد؟ یا ایشون جواب داد. این 2 روز چقدر پول دادی؟ هنوز پول نداری؟ هیچ کس هم ندیدی؟ نه فقط در و دیوار. آه فقط در در و دیوار. عوام گرم بود که بیرون عوام گرم بود. خب بعدش بعد از 2 روز دیدیم شام اومد. شام اومد؟ آها آه. شام یعنی شب اومد دیگه. فکر کردم شام آوردم برات. نه 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 آها شب اومد رفتیم اکسری بیرون رفتیم چکیدیم باز گفتم من مسئله دکتری من چی کنیم شاید وقتی اینجا بده من وقتی دکتر رو کنیم من برای دکتر باز فردا میشه زنگ میزنم جواب نه فردا جواب فرداشم جواب. خب اون صاحب خونه نیمد که با تو حرف بزن اصلا بفهمی که چقدر پول باید بدی برای این؟ نه نه اصلا هنوز نیمده 3 روز گذشت. خب باز هم میرفتم این که گوشه من جواب نمیدیم باز هم پیش مغازه‌دار میرفتم میرفتی پیشه زنگ بزنم بهش باز به این زنگ بزنم میگم حالا ما میام نیم ساعت بعد میام یک ساعت بعد میرم باز تا شب نمیام نمیام. خب شب میرم دخترشو دیدی؟ آه. آه شب تو میامد میرفتم بیدی رفتم هیچ کسی رو با تو آشنا نکرد؟ نه. خب حالا سومین روزه. خب بریم بعدش غذا میخوردیم میامدیم کنیم تو کار دکتر چی شد خانم رو فقط نگفت مشکلی از چی بود میگو پول به حساب من بزن. پول چی رو به حساب تو بزن؟ پول دکتر به حساب من بزن. آه به حساب کارت من بزن که تو بیدی بشی دکتر بود پول نقدی بیره قبول نمی. من گفتم پول پول دارم بریم پیش دکتر اول ببینم آفرین پیش دکتر اول بریم صحبت کنیم که چقدر پول میخوایم. ما پول مشکل ندارم، ما از پول اینجا کم آورده باشم ما از آلمان دیگه میخوام پول بخوایم پول به من به حساب بزن. بعد دیگه بعد بالاخره دکتر بی دکتر شد بی دکتر شد از اینجا. خب تا این بعد اینجا چند روز داریم؟ 3-4 روز تیر شد. 3-4 روز تیر شد. صاحب خونه رو ندیدی که بفهمی این خونه چقدر باید پول بدی؟ نه نه هنوز ندیدی. باز اونجا باید که دیگه آشنا شدم مرا برد لا لار لا. لار رفتیم اونجا خب اونجا رو نه اینجا سب کن اینجا الان این خونه رو که کلید دادن دست تو هیچی بهت نگفتن که پول چقدر باید بدی؟ نه تا این روز نه تا این 4 تو این وسط در رو بستی؟ در رو بستم کلید دست تو؟ دستم بود رفتی لار لار صحبت کردم یک شب اونجا بودم دوباره فرداش آمدم برگشت کلیدشو تحویل کلیدشو تحویل لارو از کجا آشنا شدی؟ همون مغازه دارم مغازه دارم خیلی لطف کرد گفتی از مسافر آمدی خیلی سرگردان شدی هی میدی تو زنگ میزنی این نمی آمده اینو به تو یه دکتر معرفی کرد یک دکتر معرفی کرد خانش آورد خونه خود بود من خونه خودش بود خونه خودش هم بود پول نگرفت ازت نه حداقل یه آدم ماشنا شدی که حداقل وضعیتش مشخص بود. بعدش آمدم دوباره بندر عباس اومدی بندر خودش هم بندر عباس اسم اون آقای چی بود؟ اسمش حداقل بفهم اسمشو نمیدونی؟ اسم کی؟ همون مغازه دار اینو اسمش بد نباشه اسمش که اون خوبه آقا زاری اسمش آقا؟ زاری زاره آقای زاره ما از آقای لطفی که داریم داده این اسمش اسم این افراد رو میتونیم بگیم. خب بعد بعدش اومدم بندر عباس که اینا
با اصطلاح برخطار شده بودن کیف این کجا شد کجا رفتن. آها برخطار شد، کلیدم با خودش برده. یه دفعه زنگ در باز بود، در خونه، در خونه باز. خب قانونیش نباید از کس باز کنم؟ در خونه خودت. آه. اونی که بهت داده بود وسایل توش بود، یک چیزایی بود دیگه، بقیه‌شو برده بود. نه وسایل من زیاد خیلی مهم، خیلی مهم نبود. درش باز کرد، درش باز بود. رفتم اونجا نشستم با دیدم که صاحبخانم، صاحبخانم اسمشو میتونه بگی؟ اسمش یادم یادته، اسم کوچیکش هم نمیدونم. گفت اینجوری خونه رو شبی 3 میلیون با ما صحبت کرد. شبی 3 میلیون؟ یعنی اونجا 4-5 روز که مونده کردی، شبی 3 میلیون باید میدادی؟ میدادی. بعد خونیشو من همونجا حسابی کردم دادم، بعد رفتم باز دوباره رفتم اونجا تموم کردی باهاش دیگه؟ آره. مغازه‌دار گفت اینجا بله. پس دیگه 2 هفته نشد؟ دو هفته کلن 2 هفته شد که من ایران بودم. خب کلن 2 هفته پس تو ایران بودم. پس چه خوب شد این لایف چت شد که من اینجوری زیاد. خب پس 4-5 روزی که اونجا بودی، 5-6 روزی که شد، برای هر شبی 3 میلیون ازت گرفت. خب تقریبا 5-6 تا نه 15 میلیون و اینا، 15-18 میلیون و اینا دادی بهش. 18 میلیون. آره. خب برای دندون چی شد؟ برای دندون ما پول موزن و کارت کردم برش. کارت کردی. پس مشکلی نبود که. مشکلی نبود که تو این خانم میگفت تو من آدم دکتری که نمیدونی رو بگو. خب پول با کارت من بزن و این مشکل خط میکرد این داری. خب بریم پیش دکتر، بریم اول صحبت کنیم که چقدر پولش میشه بعدا دیگه. آفرین. که با پول بهش بزنم. حالا من چی میدانم من چقدر پول بگیرم به این بدیم. خب اول که خون خب اوکی، بعدش دیگه اینجا خانم است نفس آه دیگه ناپدید شد دیگه ندیدم اصلا دیگه ندیدم. خب دیگه استفاده خیلی خوبی شد دیگه 350 یورو هر هدایا بود، شبی 3 میلیون هم که در و دیوار رو نگاه کردی اونجا. بعدش دیگه شما یه سوال دارم ازت، آیا از ایشون به ایشون هیچ پیشنهاد مثلا رابطه جنسی یا مثلا نه. شما نه. نکردی هیچ از ذهنت هم نگذر هیچی؟ خب نمیتونم با حتی ارتباطی بر شما این وقتی رفتی تو فرودگاه ایشون شما رو بغل کرد یا تو بانو بغل؟ نه اونجوری بغل واقعا نه اونجوری یه بغل. این کی شروع کرد؟ اون خودش. آها. خب ما یک عادت دارم دست نمیدم با خانم تا خود خانم. آفرین. خواستم میگم این نکته رو دارید به خاطر اینکه خب خوبه. نه من توی این مدت دفعه پیش حتی بهت برگشتم با اون دوستت که اینجا بود، اون دوستت که من دعوام شده آدم مزخرفی بوده نه. گفتم اون نمیتونه دیگه نه اون بره، همونجا بهش گفتم بره. ولی تو رو گفتم که تو میتونی حتی هر وقت خواستی بیایی و شبم حتی میتونی بمونی پیش من. خب حالا ما بریم بر کنیم اون دیر چیزا. بعد که با اون خانم ناهید دیگه اون فامیلیش هم نمیدونه. نه براش پول واریز کردی فامیلیشو نمیدونه؟ آره ببینم سب ببینم اسم اصلش ناهید بود. نه من پاک کردم همه رو پاک کرده؟ کی پاک کرده؟ اون پاک کرده. یه لحظه بایستا من تا چون امکان این که اون موبایل هم بیارم یه دقیقه من هر کسی که این منم بلاک کنه و در حالم چیز باشه هستش، من سریع ازش میخوام اسکرین بگیرم. خب اسکرین حداقل از هرچند که تو گروه ما بوده و من چیز شدم، ولی با این حال به خاطر اینکه احتیاط حداقل به تو گفته بود که با زیبا مشکل دارم. نه نه گفت که منو بلاک کرد. منو بلاک کرد. آها
خب حالا من حالا باید به تو هم میرسم، حالا صبر کن اشکال نداره، به خاطر اینکه این لایف چت رو میخوایم بگیم، به خاطر اینکه اول حالا یواش یواش من فقط وسطش خواستم که اسکرین از این چیز بگیم. حالا رفتی دکتر، پول دکترش چقدر شد؟ 45 میلیون. 45 میلیون در پول. چند تا ایمپلانت بود؟ 50 میلیون. 45 میلیون هم به خاطر اینکه نوبت نزدیک بود. آه نوبت تو نزدیک. 45 میلیون. خوب گرفته. چند تا ایمپلانت بود؟ بیا ببین. بیا چرا ببینم. حالا من دندیرم رو میارم. چرا من دندیره تو ایمپلانت؟ بیا چلی ازم ببینم. آها یک. آها دو. دو تا دیگه یکی دیگه سه تا. سه تا ایمپلانت پنجا پارسال خوب خوبه دیگه. یه بار رفتی 15 میلیون دادی اول نمو 5 میلیون بار اول با حسابش رفتم تموم شد دیگه. تموم شد بعد بهت گفتش سه رو بعد آها 5 میلیون رو یه جا دادی یه جا خب خودت گفتی وگرنه نه 25 میلیون چه میگو بده 20 میلیون خب پس خودت خواست چون معمولا اینجوری میکنن که مثلا میگن نصفشو بده نصفشو بعدا آخر سر که من کار میکنم. خب بعد گفت 3 ماه دیگه بیا. راضی هستی از دم؟ خیلی راضی هستی. خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه. آقای زاره بهت معرفی کرد بهت. اسم دکتره چی؟ وحید یگانه توی لار. تو لار شهره. خب دومین دفعه که رفتی هم دیگه این خانم از همون دفعه اول دیگه با ناپدید شد. ناپدید شد دیگه. ناپدید شد. دو هفته بعد از اینکه 5 روز بند عباس موندی چیکار کرد؟ هیچی. خب این ماجرا دیگه در رابطه باهاش حرفی داری در مورد این خانم ناهی؟ نداری. خب هیچ. ولی به تو زر گفتی که به من ولی نامردی کرد به من. نامردی و دلیل نامردیش این بود که من از اینجا به من میگفت من با دکتر صحبت کردیم با دکتر حرف زدیم ولی در اونجا رفتیم اصلا گیر نمیدیم. آره بعد هم خونه رو شبی 3 میلیون خونه چی بود؟ لوکس بود؟ سونا داشت؟ استخد داشت؟ چی بده بده که من نمیخورد من موقعی هم چی در قضا داشتی؟ شب و قضا بود؟ چی بودی؟ مثلا 3 میلیون شبی من الان 3 میلیون آخه هتل یه هتل های چیز هم که با که دیدیو فول پانزیون هم که اینجوری نیسته که اون موقعی که بخوایی بدید میدید در نورم نه میشه یک سوم حدود 1 میلیون میشه تقریبا 1/9 اون چیز میشه. درست پول تو درست چیکار؟ آره نه کلا این قصه معمولی گرفته. معمولی گرفت ولی یعنی بیبی از گاو میگه مثلا داره از گاو حدود یا از گاو چیز. خب این خانم چه انتظاری از تو داشت که برابر دل نشد؟ البته ما این لایف چت رو سیف میکنیم تا خانم ناهیدم اگر حرفی داره بیاد بگه. خب تو این رابطه اگر بخوای ازشون مثلا از این خانم درخواستی الان داشته باشی چه درخواستی؟ حالا درخواستی نداره. درخواستی نداره. فقط میخوای خدا دار بلافن. فقط میخوای ریختشو نبینی. درد نکرد تو من. درد نکرد تو من از رای دور آمدیم از هرمان آمدیم. خب امید همی آمدیم. درسته؟ به امید ایشون. دیگه من کسی رو نمیشناختم. میدونم. این یه سوال. حالا من با تو میرسم. حالا کار دارم. دوبارم رفتی تو عضو گروه باشی و بعد از گروه کسی رو که بشناسی. حالا اینه هیچی. ولی بذار اول. خانم ناهید برای شما کاری کرد؟ غذایی بیاره یا هدیه بیاره یا نه. هیچی هدیه ای هم به شما نداره. هیچ. فقط این کار. خب اشکال دارم. بعدش بیایم سر این مسئله. خب آقای زاره ارتباط داری باهاش الان؟
خب خوب خوشحالیم که حداقل یکی گنده اونجوری کاشته، یکی اینجوری حداقل بس. خیلی وقت میذاری اگر براتون دو هفته که آره دوباره من آفرین باز بش. خب شما دوستای دیگه هم پیدا کردید توی اونجا؟ نه خیلی. نه دیگه، دیگه دو هفته موندی و برگشت. کل هزینه که شد برات رفت و برگشت و اینو مثلا چقدر بود؟ بلیت چقدر بود؟ 1200 بلیت رفت و برگشت. آره با ویزاش. با ویزاش و اینا. 1200 دوبارش یا یه بارش؟ یه بارش. یه بار. دومی دفعه؟ دومی دفعه 900 خوردش. 900 خورده. بعد هزینه‌ای هم که اونجا حساب بکنم کلن اون سفر اولی که داشتی چقدر شد؟ حدود 3000 شد برای 3-4000. آره 3000. نه بیشتر، خیلی بیشتر، چون اون 50 میلیون هم اونجور هم دادی. خب حالا بیایم سر این مثلا، پس از این خانمان هیچ درخواستی نداری و دیگه بره برای مورد بعدش. ما الان از این تجربه. حالا شما چرا به من مطرح نکردی با وجود این که تو با سحر دوست بودی، درسته؟ با سحر در ارتباط بودی، حتی یه سحر دختر خوبیه، حتی میخواستی یه بار برای سحر گفتی سحر من بخوام برای تو، تا جایی که یادم میخواستی 20 یورو براش هدیه کنی که نپذیرو. نه 20 یورو چی بود؟ یه چیزی در رابطه با سحر بود، مبلغشو نگفتم. گفتی که سحر کجا بود که یه چیزی در ارتباط بود؟ خودشان آمده بود تهران فکر کنم. آها تهران آمده بود خونه یک دوستش که بود، دوستشم از خونه فکر کنم بیرون. آفرین یادم اومد، همون شبی که اون خانم، یه خانمی بود زنگ که گفتش که اینم اومد بیرون اول شب، یادم اومد اسم اون خانمه سمیرا چی بود اسمش، اون خانم اول که این سحر رفته بود تهران، یه خانم بود بعد یه نکه میاد بیرون. اون سحر الان خودش که نیستش توی یادت نمیاد. ها یادم اومد، میدونم میترو این چی بود، همون چیزا بود. آره. بعد یه دفعه تو برگشتی گفت بیرون مونده بود. آها ما گفتم مگه پول نداره؟ واقعا من پول برش نفرستادم از اینجا، سری گفتم شماره حساب بده. آها من پول برش میزنم بره هتل بگیر. برو هتل بگیر یادم. اون نمونه شد. آخه خب اینکه یه خیاب اون که نمیم. آره مرسی مرسی مرسی، من یادم این کار. بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه جواب نداد، فکر کنم جواب نداد دیگه بز... یا اینکه به هر حال کسی دیگه خونه، کسی دیگه. آها آها خونه کسی دیگه. ولی یادم یه تشکری فکر کنم اون موقع از تو کرد و این یه چیزی پیش اومد، حالا یادم نیست. بیا اجازه است پی بی تو رو با سحر ببینم. پی بی که میدونی یعنی همین. بیار سحر ببینم اگر دوست داری. خب بیار. آره همین سحر. آخه دارم سلام سحر جان خوبی؟ آره شما رو میشناسم، شب پیشه ببخشید اسمت داشته بودم. مرسی که بخشید. من دارم الان دیگه آماده میشم برای درسه. برای صبحانه خوب. سلام. سهر جان من در گروه. ممنون. سهر جان. کسی دیگه بود که برای تو نمیدانم کی هست از گروه اومد فوش داد بهت. فوش داد که تو چرا پول بفرستی بسن. آه میخوای بدی. این بیش بذار من اینا رو با اجازه یه لحظه نگاه کنم بعدن، فقط یه لحظه میخوام ببینم که اون چیز اینم بعدن ببینم، اینو بعد گوش میدم. بلاکش کردی اینو. توی این خانمه رو بلاکش کردی برای اینکه به سحر خوش داده. سحر گفت بلاکش کن. آه سحر گفت بلاکش کن که تو اینجوری تو به سحر گفتی دیگه. سلام هنوز پردیس هستم. پول چیزی لازم نداری سحر، من بعدش دور میبوسم.
خاطر این جملات قشنگ. الان پول دارم، احتیاج ندارم، اما اگر تو دوست داشتی هدیه به من بدی به خاطر احساس خودت نه احتیاج من خوشحال میشم. زیبام گفت میتونی به حساب اون بدی و معادلش رو به من ایران. نه سرجان، گفتم تهران اومدی، از خانت دور هستی، پول کم نیاری، میتونم بفرستم برات. خب خوبه، یعنی سهرم در واقع گفته احتیاج ندارم. آره. ولی اگه خواستی یه موقعی هدیه بدی، تو هم که اون موقع که میخواستی که برای این بگی که تو خیابونی چیزی نداره، ولی این گفت نه این نیست. خب خوبه خوبه، باز اوکی، مرسی. من یادم بود که یه همچین چیزی به رد و بدل با تو شده بود. خب این از این. من بعد از این که چه موبایل تو من گذاشتم این بر. خب حالا بیایم سر این، بذاریم بیرم این فرم چیزم هم عوض شده، این وری شده. خانمه گفتیم من همش این وری بکرم. خب بیایم سر این مسئله که خب شما با وجودی که تو گروه بودی ده. خب و ناهیدم گفتش که منو زیبا بلاک کرده، چه عاملی باعث شد شما با من تماس نگیری و این جریان رو نگی و دو بار که مسافرت رفتی توی ایران این مسئله رو با من مطرح کرد؟ چه عاملی؟ خداییش بگم که گفتم مزاحمت نشم، ما وقت میگم یا پیام بدم جواب بدین، وقت جواب بدین. خب باشه، به این خاطر بود. دیگه کسی با تو تماس گرفت از گروه ما؟ با تو از گروه ما فقط همین سحر بود و امروز هم که سمیر رو با تو تماس گرفت. ساناز هم تماس گرفت؟ نه تماس نگرفت. ساناز هم از عدم نگست. خب سوال بعدی من اینه، بعدش دیگه لایف چت رو تموم میکنه. ازت اولا ممنونم، حتی در این حد توضیح دادی، ازت متشکرم. با وجود این که اولش گفتی نه، تو نمیخواستی برای علت این نه گفتنش چی بود؟ اول مخالفت من به این خاطر بود، گفتم لای کم نبیاره پیش کم نیاره، همش ملاحظه میخوای برای خب کم آورد، یه بار دیگه برو یه 350 یه چیزای دیگه ببر دیگه، براش کم نیاره. نه ما کم نیاره، اون کم نیاره. کم نیاره دیگه، براش ببر کم نیاره دیگه. اینجوری. خب ولی به هر حال، خب آیا امکان داره باز بری ایران؟ برای دفعی شاید برم. برای یه دفعی که این تجربه برای تو چه چیزی داشته که مثلا فکر میکنی چه تجربه خیلی خوبی بود از این جنبه که چشم گوشت یه زده باز؟ چشم گوشم باست باید، یعنی این مقبل خب. بعد این که تو گفتی دفعه پیش که با من اومدی اومدی با من آشنا شدی، گفتی زیبا من از همون ابتدا که دیدم که حسی به تو داشتم و احساس میکردم اون فرد میتونه به من یه دوست خیلی خوبی باشه و اینها. خب الان فکر میکنی که این گروه ما، این دوستای ما میتونم برای تو، چون در رابطه با خود من به تو ضرری که نرسید؟ نه نه خیلی خیلی خوشحال هستم از خودت، خیلی خوشحال هستم. بارا بارم اومدم دیدم میتنم خواهیدم با احمد آشنا شدی، شب خونه احمد مزید برای که از اونا بهت نرسیم. امروزم با نجیب آشنا شدی؟ با نجیب آشنا شدی. نمی نجیب انقدر به هر حال واقعا راه نمایی شد. بعدش هم که گفتی من میخواستم یه چیزی بخرم و اینا، گفتی زیبا گفته که نه مثلا من بذار بیا اول ببینیم چی هست چه اومدیم بگی که خریده و اینا، گفتم که نه اول اون چیزایی که از تجربه خریده قبلیمون هم میخوای بگی که گفتی. بله بگو. چون اخلاق تزمون تجربه اولی برای من ثابت شد که بسیار صرفه‌جویی میکنه آدم رو در نظر میگیری. یا مثلا فرض کنه که گفتیش که یه شیرینی میخواستی بگیری، یه چیز خریدم و بعدش تو گفتی که من میخواستم دو تا سه تا بگیرم شیرینی، گفتی نه 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 یکی بسته.
آره دیگه وقتی میتونم با یکی بحثی که باید میکنم امروز نخواستی که من پول زیاد مصرف کنم در رابطه با اون مسافرتت هم که اومدی اینجا اون کار خیلی جالب شد بلیت تو چیکار کرد؟ آه بلیت چون اینجا من بلیت خریده بودم اومد نیستر آره. بلیت خریده بودم با اتوبوس باز اینجا که آمدم هامبورگ آمدم یک دوست دیگه ایم که با ماشین خود آمد اینجا بعد میخواست اون باطل بشه من رو گفتم من بعد پولش... بلیت برام پول برام تو دادی برو کنسل کردی خب آفری خوبه اینا همش چیزیه که داد... اصلا نمیدونست دیگه یه نه بابا نمیدونستم خب. حالا اینا احمد آشنا شدی من آشنا شدی نجیب آشنا شدی و بچه هایی که واقعا احساس میکنی که باهاشون میتونی یک مثل یک عضو خانواده باهاشون برخورد کنی فکر میکنی تو مسافرت بعدیت هم از تجربه های ما استفاده کنی که ما به دوستان رو معرفی کنی یعنی برو به ایران برو یا در قلم اول شمار بجیدیم آره بذار که بعد ما واقعا اصلا... که یک پایی پخته است یک گروه زیبان و یک پایی پخته دار که کدام کلاهگذاری چیزی توش نیست درست است؟ ما اول اشتباه کنیم که خودی که در جیدان همون نیره ما خودم نیپذیرم که مقصر خودم با هر حال حالا و اینم خیلی اونم فکر میکنه دیگه خیلی استفاده کرده با اون آقای دیگه هم که تو اون خونه رو خب استفاده کرده دیگه ولی خب استفاده یه کسی میتونه یه گنج رو به شما با میگه یه گنجی وجود داره میره از اونجا یه دونه نمده انگشتر کوچیک رو برمیداره ولی در حالی که میتونه کلید اون گنج رو به دست بیاره بگه هر وقت دست اگه تو دل تو رو به دست می آورد اگه با توی ارتباط خوبی رو پیدا میکرد میشه براش امروزی که تو مثلا یه دفعه دیروز پریز گفتی زیبا من میخوام باز بیام تو رو ببینم و خب اومد خیلی خوب من امیدوارم مسافرت دیگه ای که چه به ترکیه خواستی بری چه ایران خواستی بری با هم هماهنگ کنیم من خودم واقعا خیلی برخوردهای خوب از تو دیدم یه فرد هستی که واقعا احساس خوبی بهت دارم و به هر حال اگر در یه سری زمینه ها حالا خجالت ها یا مثلا ملاحظات روزمره که آدم یاد گرفته ای وای فلان ناراحت نشه ای وای فلانی براش بد نشه ای وای فلان نشه اینا رو باید بذاریم کنار خب من میخوام برم و زیبای ارتباطاتی که هست برنامه ریزی میکنیم کجا میخوای بری بعد اگر یه نفری مثلا فرض یه نفرم نباشه من اینجا که اومدی به تو چند نفر رو معرفی میکنم که اگر یه دفعه فردا با تو دعوام شد بتونی بری خونه اون دوست دیگه بری اونجا اینکه نمونی اونجا در و دیوار نگاه کنی و بمونی مثلا برات این مثلا بشه خب بچه ها من خواستم الان نمیدونم چقدر شد نزدیک 38 دقیقه 39 دقیقه شد ازت ممنونم که این تجربه تو در اختیار ما گذاشتی بعدش ما امیدوارم ناهیدم اگر حرفی داره بیاد بزنه و برای دفعات بعد سعی کنه که به هر حال در اندازه حرف بزنه که اون حرفا رو بتونه عملیش بکنه و اگر نه خب شما الان مثلا یه از ایشون یه استفاده ای کردی اون استفاده یک بار بوده و تموم شده خب ببینیم معظمه چی میخواد بگه معظمه بفرما اگر میتونی صحبت کن بچه های دیگه که در این رابطه اونایی که فقط بچه هایی که میشناسم میتونن صحبت بکن معظم اگه حرفی داری بگو در غیر این صورت دیگه ما لایف چت رو ببندیم خب ما لایف چت رو میبندیم مرسی این اول استاپش